مردم مبارز ترکیه همچنان رو در روی رژیم حاکم ایستادند. روز شنبه سی ماه می برابر با دهم ده خرداد هزاران نفر از جوانان و مردم معترض در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر و چند شهر دیگر ترکیه تظاهرات کردند. آنها به این ترتیب خاطره مبارزات ضد استبدادی یک سال پیش را گرامی داشتند. مبارزاتی که در سیکم ماه می 2013 از پارک گزی و میدان تقسیم شروع شد و سراسر ترکیه را در بر گرفت. تظاهرکنندگان کنندگان در آکسون های اعتراضی روز شنبه یاد جان را گرامی داشتند که سال گذشته به دست نیروهای پلیس ضد شورش و به دستور دولت اردوغان نخست وزیر کشته شدند. سازماندهندگان شامل فعالان حرکت موسوم به همبستگی تقسیم و فعالان جنبش اشغال در ترکیه بودند و اتحادی های کارگری نیز از آن حمایت کردند در جواب به فراخان مسکور و علا رقم حشدار اردوغان صبحگاه روز شنبه هزاران نفر از نقاط مختلف استانبول به طرف پارک گزی و میدان تقسیم روانه شدند. پلیس تمام راه های منتحی به میدان پارک را مسدود کرده بود. افراد مجهز پلیس در همه جا حرکت می کردن. به محض نزدیک شدن تظاهر کنندگان با گاز اشکاور، ماشین ها یا پاش و تیراندازی هوایی با فشنگ جنگی با آنان مقابله کردند. پلیس با خشونت تمام هر کس را که دم دستش می رسید کتک زده و عده را نیز دستگیر کرد در آنکارا پایتخت ترکیه نیز تظاهرکنندگان کنندگان معترض با خشونت وحشیانه پلیس روبرو شدند و از خود دفاع کردند بر طبق آخرین خبرها دولت عدالت و توسعه بیش از 25 هزار پلیس را برای مقابله معترضین بسیج کرده و آنها در سیوکم ماه می بیش از 100 نفر را دستگیر کرده و 13 نفر را زخمی کردند. حکومت اسلامی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با اقدامات جنایتکارانش در خدمت سرمایهداری بازار آزاد هر روز بیشتر مورد اعتراض و خشم قرار می گیرد. این حکومت که قرار بود اسلام میان روی به اصطلاح دموکراسی خواه را به عنوان بدیل در مقابل اسلام نوع جمهوری اسلامی و طالبانی به نمایش بگذارد، اکنون ادای دموکراسی خواهی خود را به فراموشی سپرده است. این حکومت از دوازده سال پیش که در رأس قوه مجریه قرار گرفت با بکارگیری سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کارگران و مردم زحمتکش ترکیه را به طرف بی حقوقی و فقراند و هرچه بیشتر سرمایه حاصل از استثمار نیروی کار را در دست معدودی سرمایه دار متمرکز نمود. این حکومت گذشته از خصوصی کردن کارخانه ها، معادن و خدمات شهری حتی جنگل ها، آب و سواحل را نیز خصوصی کرده و در اختیار سرمایه داران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی گذاشت. حاصل این سیاست ها بیکارسازی گسترده، کاهش امنیت شغلی، کاهش قدرت واقعی خرید کارگران و کاهش استاندارد ایمنی در محیط کار بود. انفجار در معدن زغال سنگ سوما که در سیزده همه ماه می روی داد و در آن بیش از 301 و یک کارگر جان خود را از دست دادند نتیجه کاهش در استاندارد ایمنی معدن بود. اردوغان و حزبش انفجار در معدن سوما را امری عادی جلوه دادند تا شاید مالک راندخار و کمک کننده مالی به حزب اسلامی عدالت و توسعه را تبرعه نمایند. اما معدنچیان خانواده قربانیان اقشار دیگر کارگری و مردم با راه انداختن تظاهرات و آکسیون های گوناگون به اظهارات ضد انسانی و اعمال سرکوبگرانه دولت عکس عمل نشان دادند گرچه پلیس وحشی ترکیه در رویارویی درندانه با تظاهر کنندگان موجب جان باختن دو رسمنده معترض گردید اما امواج اعتراض بیشتر از پیش به عمق جامعه رفت و در خارج ترکیه نیز جریان یافت اردوغان که قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو کاندید شود روز 23 می به آلمان سفر کرد تا رأی شهروندان ترکیه و ساکن آلمان را جلب کند کارگران کرد و ترک ترکیه با اعضای خانواده هایشان در آلمان 3 میلیون نفرند و نیمی از آنها حق رأی دارند کارگران با نفرت و انزجار با این سیاست مدار حتاک و مستبد روبرو شدند روز 24 ماه می ده هزار کارگر در شهر کن جمع شدند و در دفاع از آزادی و حقوق کارگری با تظاهرات و دادن شعار اردوغان را دیکتاتور خوانده و خود و حزبش را محکوم کردند. تظاهر کنندگان معترض به قول سازمان دهندگان در شهر کن حدود 70 هزار نفر بودند. آنها اردوغان را قاتل قربانیان معدن سوما خواندند و سیاست های اقتصادی او را موجب کاهش استاندارد زندگی و شرایط کاری کارگران دانستند. آنها همچون تظاهر کنندگان معترض در شهرهای ترکیه خواستار استعفای اردوغان شدند. اعتراضات ترکیه که سال گذشته از جانب فعالان حفاظت از محیط زیست، فعالان جنبش اشغال و سوسیالیست ها شروع و توده گردید، اساساً خسرت ضد سرمایه دارد که در ترکیه و طی یک سال گذشته به اشکال گوناگون جریان داشته است. تظاهرات و آکسیون های ماه می فقط حلقه ای از حلقه های این جریان است.